سلام به همگی، سوال 114 از نمونه سوالات FM رو میخواییم با هم حل کنیم. توی این سوال به ما گفته که مثلث ABC رو به ما مشخصات هر کدوم از رأساشو داده، گفته مساحت این رو به دست بیارید. ما یه فرمول داریم که مساحت مثلث میشه 1/2 ضرب خارجی آب در AC. پس اینو می نویسیم. برای اینکه اینو به دست بیاریم باید اول آب رو به دست بیاریم، بردار آب و بردار آس رو به دست بیاریم. بردار آب باید از مختصات ب منهای آ به دست بیاد که مختصات ب و آ رو داریم. ب مون 5 و 4 و منفی 3 و آ مون منفی 1 و 2 0 که اینو منهای این کنیم در میاد 6 2 منفی 3. و بردار آسم میشه 3 منهای آ، همیشه 2 منهای اولی میشه برای اینکه یک بردار رو به دست بیاریم که میشه -1 1 و 1. حالا ضرب خارجیشون چجور به دست میاد؟ برای ضرب خارجی میایم دستمون رو میذاریم برای اینکه اولی رو به دست بیاریم، دستمون رو میذاریم رو اولی، میگیم 2 ضرب در 1 منهای 1 ضرب در -3 که میشه 2 منهای -3 که میشه 5. برای دومی باید دستمون رو بذاریم رو دومی، بگیم 6 ضرب در 1 منهای -1 ضرب در -3 که وقتی اینو به دست بیاریم همیشه یه منها میذاریم پشتش. حالا شما میتونید اینطوری حفظ کنید که دستمون رو میذاریم رو دومی، -1 در -3 -6 ضرب در 1. ولی چون ممکنه یه مقدار وسط امتحان و استرس و اینا قاطی کنید، فقط بدونید که همون روش چپ منهای راست رو انجام بدید، فقط یه منها بذارید پشتش یا قرینش کنید عدد دومی رو. برای سومی هم دستمون رو میذاریم روی سومی و میشه 6 ضرب در 1 منهای -1 ضرب در 2 که میشه 8. و اندازش رو باید به دست بیاریم که میشه 5 به توان 2 = 25، -3 به توان 2 میشه 9 و 8 به توان 2 = 64، 1/2 این که در میاد 4.94 و واحد هم هیچ وقت یادمون نمیره. این از قسمت اول. توی قسمت بعدی گفته که معادله صفحه رو به دست بیارید که نقطه A و B و C توی اون باشه. وقتی که 3 تا نقطه رو به ما میده و میگه که یه معادله صفحه رو به دست بیارید، اینم دوباره یه فرمول داره. فرمولش اینه که نورمال وکتور اون صفحه از ضرب آب در آسه به دست میاد. یه نقطه رو میگیریم، حالا میتونیم بنویسید که به آ در بسه، فرقی نمی کنه، حالا آسونتر آب در آسه که ما توی قسمت اول آب در آسه رو به دست آوردیم، همون ضرب خارجیه که میشه 5 منهای 3 = 8 که اینو داریم. حالا این نورمال وکتور ما بود. معادله صفحه چجوری به دست میاد؟ یه فرمول داریم که نورمال وکتور ضرب در x مساوی با نورمال وکتور ضرب در یک نقطه که حالا ما آ رو انتخاب کردیم. پس میشه 5 منهای 3 = 8 در x y z مساوی 5 منهای 3 = 8 در مختصات نقطه آمونم که بود -1 2 0 ضرب در -1 2 0. اینجا ضرب داخلیه، پس یعنی راحت 5 ضرب در -1 میکنیم به اضافه -3 ضرب در 2 به اضافه 8 ضرب در 3 که در میاد 5x - 3y = -8z = -11. اینم از سوال دوم ما، یعنی قسمت دوم ما. میریم ببینیم قسمت سوم از ما چی میخواد. توی قسمت سوم فاصله نقطه P با مختصات 0, 4, 5 تا صفحه رو میخواد. اینم دوباره یه فرمول داره که فرمولش میشه AX به اضافه BY به اضافه CZ به اضافه D بر روی اندازه ABC که ما چون نقطه 0 و 4 و 5 رو میخواد، به جای این XYZ مون بعد بذاریم 0, 4, 5. پس میشه 5 ضرب در 0
به اضافه منفی 3 ضرب در 4 به اضافه 8 ضرب در 5 به اضافه ده. این د مونو یعنی در از برای این فرمول باید از معادله AX به اضافه BY به اضافه 3Z به اضافه D مساوی 0 استفاده کنیم که دمون پس میاد این طرف میشه به اضافه 11. بر روی اندازه همون ایکس اینجا آ به 3 مون که میشه 5 به توان 2 3 به توان 2 8 به توان 2 که میشه 39 بر روی 9 ممیز 8 که در میاد 3 ممیز 93. توی قسمت بعدی سوال گفته که توی چه نقطه ای و چه زاویه ای محور ایکس ها صفحه ما رو قطع میکنه. خب محور ایکس هامون معادله خطش چیه؟ یه نقطه از محور ایکس ها رو باید انتخاب کنیم که خب قاعدتا نقطه مبدا رو انتخاب میکنیم که 0 و 0 و 0 و نرمال وکتور ایکس هم که میشه 1 0 0 دیگه ضرب در یه تی. حالا ما میخواییم ببینیم تو چه نقطه ای این صفحه ما رو قطع میکنه. پس میایم ضرب میکنیم تی رو در رو میشه تی صفر صفر به اضافه صفر و صفر و صفر هم که تغییر ایجاد نمیکنه مساویه با ایکس ایگرگ زد ما. یعنی ما میایم توی این معادلمون به جاش این نقطه رو میذاریم که خب صفر و صفر که بذاریم ایگرگ زدمون صفره، پس میمونه فقط همین تی که 5 تیمون مساوی با منفی 11 میشه، پس تیمون منفی 2 ممیز 2 میشه. پس نقطه برخورد ما میشه این که به جای تیمون بذاریم منفی 2 ممیز 2 و قشم که صفر، این میشه نقطه برخورد ما. حالا گفته تحت چه زاویه ای؟ برای زاویه هم یه فرمول داریم که کوسینوس آلفا میشه اون نرمال وکتور های دوتا خطی که میخواییم دارد خط و صفحه ضرب در هم بر روی اندازه نرمال وکتور ها که نرمال وکتور صفحه ما بود 5 منهای 3 8، نرمال وکتور خط ما هم که محور ایکس هست میشه 1 0 0 تقسیم بر اندازه هاشون که اندازه نرمال وکتور صفحه اینه و اندازه نرمال وکتور محور ایکس ها که ننوشتم که همون 1 دیگه میشه 1 به توان 2 به اضافه 0 به توان 2 به اضافه 0 به توان 2، پس میشه 5 بر روی 9 ممیز 89 که میشه نیم. حالا کوسینوس آلفا رو درآوردیم نیم. کوسینوس منهای 1 آلفا به ما زاویه رو میده که میشه 60 درجه، اما این جواب نهایی ما نیست. چون نرمال وکتور خط عموده، پس زاویه اصلی که میسازه باید 90 منهای اون زاویه باشه. پس میشه 90 منهای 60 مساوی با 30 درجه.